مادران و دختران. کتاب اول، عروسی عباس خان، نوشته مهشید امیرشاهی. قسمت 16. زنوستا به دیدن منزه و سلطنه از جان نیمخیز شد و تعارفات را شروع کرد. خیلی خوش اومدین، صفا آوردین، گلخن و گلستون کردین، تشریف بیارین به شاهنشین. پرسیدم برای قرق دستوری دادین، گفتن فرمودین امروز قرق لازم نیست، اگه کم و کسری هست به بزرگی خودتون ببخشین. بفرمایین، بفرمایین. منزه و سلطنه نفس زنان گفت خانه آبادان زنوستا، کم و کسری نیست ایشالله، ما فقط به آب قانه ایم که الحمدلله فت و فراوونه. زنوستا گفت آب که مهر حضرت فاطمه است، سبیله، الباقی انعام برای خدمه، بسته به کرامت و بضاعت هر کس. بفرمایین شاهنشین. اگر می توانست گلین خانم را برای حمام خودش در کنج بازار مسگرها غور بزند، دیگر غم اداری آنجا را نداشت. ولی به کدام زبان چرب و نرم؟ او کی از این عرضه ها داشت؟ دوباره به زنوستا گفت خانه آبادان زنوستا، نه همون قمره خوبه، ممنون. منزه و سلطنه هرگز آن راه دراز را نمی کوبید که به حمام کنج بازار مسگرها برود. به حمام بازارچه آشیخ هادی هم به ندرت می آمد. معمولا حمام سر خانه را آتش می کردند که درد سر سرازیر شدن از پلکان و خوشوبش با زنوستا و دو هوا شدن و انعام دادن نداشت. ولی هر وقت به این حمام می آمد، ناگزیر با همه تشریفات لازم می آمد. میرزا محسن خان تا زنده بود اینجا را به حمام خانه ترجیح می داد و خدمه را با بذل و بخشش های بی جهت بدادت می کرد. گلین خانم می دانست که منزه و سلطنه هرگز در شاهنشین رخت عوض نمی کند، چون این کار در غرفه و به کمک زهرا سلطان و ملوک برایش راحت تر است. محازا برای ادای احترام تعارف را همیشه می کرد. ملوک سوزنی های مخمل و ترمه را برای شمس و سلطنه و منزه و سلطنه قبلن بر سکوی سیمانی غرفه پهن کرده بود و زیر جامه ها و پیراهن ها و قدیفه ها را تا شده بر آنها چیده بود. دلچه و لگن و تاس و سینی منزه و سلطنه در کنار دیوار کاشی غرفه رختکن بود و کیسه و پریچه و پخار، صابون و صدر و کتیرا، سفیداب و رنگ و حنا، شانه دو سر و کفش چوبیش همه دانه دانه و بسته بسته در داخل لگن قرار داشت. منزه و سلطنه نگاهی به وسایل حمام انداخت و از ملوک پرسید پس نوره کو، یادت نرفته باشه؟ ملوک در حالی که دکمه ها و قزن ها را از لباس منزه و سلطنه باز می کرد گفت نه خانم جان، خانم کوچیک بردش تو صحن، برای هر دو هست، خاطر جمع خانم جان. و خنده را رها کرد. منزه و سلطنه فقط از روی عادت گفت هر هر و زق نبود. ملوک بیشتر خندید و زهرا سلطان لبش را گزید. منزه و سلطنه آستین لباسی را که منور و دوله به مناسبت سیاه برداران برایش فرستاده بود تا بعد حمام سال میرزا محسن خان بپوشد میان دو انگشت مالید. پیراهن از ابریشم خالص بود، به رنگ سرمه‌ای با خالهای ریز سفید و آبی که به لطافت برگ گل بر پوست می نشست. لباس شال تریاکی رنگ را که او به شمس السلطنه برای پایان عزا و این حمام داده بود بر بساط دخترش ندید. ولی قبل از اینکه بتواند از ملوک بازخواست کند، ملوک گفت خانم کوچیک پیرن خانم ملیح و سر بغچش گذاشته. و به لخت کردن منزه و سلطنه ادامه داد. منزه و سلطنه گفت عزا تمام بسیار خوب، ولی پیراهن سرخابی پس و پیش و از بعد سیاه اه 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 اه. ولی خلق تنگیش از این بود که شمس السلطنه هدیه او را قابل ندانسته است.
ملوک خندان گفت: طوری نیست خانم جان، خب میخواد عروس شه به سلامتی. و لباسهای چرک منزه و سلطنه را در بقچه پیچید و به دست زهرا سلطان داد. منزه و سلطنه با چشم قرهی به طرف ملوک باز گفت: اه مرد شور. زهرا سلطان بقچه لباسها را که هنوز حرارت و رطوبت بدن منزه و سلطنه را در خود داشت بغل زد و پرسید: با من که دیگه فرمایشی نداشتی خانم، من برم قابلمه رو بزنم. منزه و سلطنه گفت: برو یکی دو ساعت دیگه قابلمه ها رو با مشباقر بیار، زودتر نها. چشم، همون دو ساعت دیگه. چشم. منزه و سلطنه از ملوک و زهرا سلطان پرسید: هندونه رو که آوردین؟ زهرا سلطان گفت: بله بله. و رفت تا شمعی در سقاخانه سر بازارچه روشن کنند. ملوک گفت: آره خانم جان، با بخچه ها آوردیم، انداختم تو خزینه که خونک شه. منزه و سلطنه حالا مثل انگشت لیشته اوریان بود و چون مجسمه ای از بودا بر سکو نشسته بود. خمر بدن از گلوگاه تا مچ پا پی و چربی که پله پله بر هم خابیده بود و ناف و فرج را می پوشند. قفسه سینه از شانه به شانه دو پستان عظیم چون دو مشک پردوغ، هر بازوی گلوله درشت و ناهموار خمیر نان، هر رانی لوله متکای آکنده از پنبه گره گره. ملوک کفش‌های چوبی را برای منزه و سلطنه جفت کرد و لنگ سفید راه راه را به دور بدنش پیچید و وقتی این خروار گوشت و پوست در پس پرده لنگ پنهان شد، دو کره کلفت بازو بیرون ماند و دو ستون قطور ساق که در انتهای هر یک دست و پای کوچک و بچگانه پیچ شده بود. تا خانم بر پا بایستد، ملوک به طرفت العین لباس از تن برداشت و همراه او از رختکن خارج شد. از سر بینه راهروی قیقاج به صحن حمام منتهی می شد و در دو جوی باریک ساروجی دو طرف دالان آب روان بود. کناره دیوارها خزه سبز و سیاه بسته بود. دورتر از جویها درون پارگین آب ناپاک و آلودگی های دیگر می چرخید و پایین می رفت. منزه و سلطنه از دالان گذشت و وارد صحن حمام شد. زنی از حوض چارگوش آب گرم میان حمام به نشانی ادب یک تاس آب بر شانه‌اش ریخت و صدای سلام و تعارف از چهار گوشه برخاست. در صحن 15-20 نفری از زن و کودک و دلاک در مراحل مختلف شستشو بودند. بعضی سر فرزند را چنگ می زدند و بعضی در حال سابیدن پشت زن همسایه بودند. بعضی کیسه می کشیدند و بعضی لیف می زدند. بعضی به خیس خوردن نشسته بودند و بعضی به آب کشیدن ایستاده بودند. بعضی به خزینه می رفتند و بعضی به سر بینه باز می گشتند. بچه های شسته و نیم شسته و ناشسته به چهار گوشه دوان بودند و صدای مادرها به دنبالشان: اینقدر این حوز اون حوز نکن، سرد و گرم می شی، مرگ مفاجأ می گیری ها. یه دقیقه بت مرگ تا سنگ پات کنم، دستام تو آب پیر شده، هنوز هیچ کار خودمو نکردم. بوی زرنیخ و حنا و صابون و سرشور در هوا بلند بود و هم همه صدای پیچیده در رطوبت تا سقف مدور حمام می رفت و در کاسه گنبدش می پیچید. زینت خانم، 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 رقای باجی، 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 باجی. نور از سوراخ سقف چون قیفی وارونه بر صحن افتاده بود و بخاری که در فضا معلق بود رخوت و سستی خواب به همراه داشت. زنان جوان با پستانهای برجسته و سرینهای برآمده و رانهای سفت از این زاویه به آن زاویه به قدمهای استوار می رفتند. سینه را جلو می دادند و سر را بالا می گرفتند. آنها که چند شکم زاییده بودند، شکم شل و پستان آویزان را به انگام راه رفتن در پشت فرزند یا پس دست‌های چلیپا شده پنهان می‌کردند و گوزیده گام بر می‌داشتند. چند نفری بر دست و گردن زیب و زینت طلا آویخته بودند تا هم به همگنان نمایش دهند و هم عیار آن را محک بزنند.
شمس السلطنه بر سینی کنگره دارش نشسته بود و بدن را به دست ورزیده دختر آقای دلاک سپرده بود که کیسه را چون رنده نجاران بر بدنش بالا و پایین می برد و فتیله های چرک را با حرکت سریع مچ بر زمین می ریخ. پوست شمس السلطنه که تازه از زیر جدار نور بیمو حساس بیرون آمده بود از تماس با کیسه مویی زبر سرخ و برافروخته بود. از دو نقطه روی کشاله هایش که پوست رفتگی داشت قطرات کمرنگ خون بیرون زده بود. با این حال چه لذتی داشت این مشت و مال. دختر آقا شوخی را که از پشت شمس السلطنه ورچیده بود با کیسه جلو آورد و گفت ببین ماشالله چه خوب خیز خوردی، جونم برات بگه واسه همین بود که آبجیم میخواست بترکه. اون خودش زن ناظر محمد میرزا بود، خیلی هم با من توفیر داشت. به حالای من نگاه نکنا، اون وقتا من بله سرتو خم کن پس گردنتو به مالم خانومم باشی. اون وقتا به ننم میگفت این بشه سیغه آقا، من باشم زن نوکر 100 سال سیاه. خالم هم اصلش نمیخواست من خانوم باشم. خودش اول منو نشون محمد میرزا داد به هوای خلعت، قایمش کرد پشت در، منو علای در بهش نشون داد. اما بعدش که محمد میرزا 30 تومنو داد به ننم، خاله پاشو پس کشید. یه هوا بچرخ پلوتو بکشم. آها 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 آفرین جونم برات بگه، اون وقتا اون از رای سق سیام باش دست به یکی کرد. سقش از روشم سیاتر بود تون به تون، جادو جنبلم بلد بود. با آقا سیف جنگیر نیستا میدونی گاب بندی کردن. حالا من که هیچی، زن عقدی محمد میرزا رو سیاه بخت کرد. چه زنی چه زنی. یه خورده پاشو زیرت آب بریزم. آ ماشالله جونم برات بگه مثل یه تیکه ماه، پدر در پدر شازده خانم. از سرچشمه تا بهارستون فقط جهازشو می بردن. همون شب عروسی 2 تا کنیز و 2 تا قلوم همراهش کرده بودن که زربفت و ترمه تنش کنن. 100 تا قلوم محمد میرزا رو می خرید و آزاد می کرد. حالا اینور بپیش. آی قربونت برم خانومم. جونم برات بگه اون وقتا اون از رای سق سیاه یه همچی خانومی رو سیاه بخت کرد. معلوم نشد چی به خوردش داد که همین محمد میرزا پاشو گذاشت دو هجله، گفت نمیخوامش که نمیخوامش. خانم همون شد. یه پر از اون سفیداب بده بمالم تو گودی کمرت، آی دستت درد نکنه. جونم برات بگه از را سیاهه، خودش عاشق محمد میرزا بود خاک تو سر. شکوفه کنیز خانوم رو میگم، میگفت واسه محمد میرزا آفتابه میبره واسه اینکه از شیشه مبال نگاش کنه پدر سگ حشری. محمد میرزا خوشگلم بود آخه، دوتا چش داشت مثل 2 تا پیاله که توش خون باشه. ببین ماشاءالله هزار ماشاءالله چه چرکی ازت میاد. چرک شب عروسی تو خودم بگیرم ایشالله. سلام عرض شد خانوم، کوچیکتم، دستتو بوسیدم، پاتو بوسیدم، دخترتو نگاه کن، شد ماه شب 14، بلور بارفتن، خدا حفظش کنه برات. ملوک سینی منزه و سلطنه را نزدیک سینی شمس و سلطنه بر زمین گذاشت و خود شروع به آب بستن حنا در کاسه کرد. منزه و سلطنه چند قدم آخر را با تلق تلق کفش‌های چوبی و لنگرهای سنگین بدن طی کرد و مثل گونی آرد روی سینی پهن شد. دختر آقا که کیسه کشی شمس و سلطنه را تمام کرده بود، آب را در لگن منزه و سلطنه سرد و گرم کرد و با دلچه بر سر و دوشش ریخت. آخیش بذار خوب خیس بخوری خانم، تا رنگ و حنات حاضر شو واجبی تو بکشم، چرکی ازت بیارم یکی اینقدر. و یک انگشتش را نشان داد. دختر آقا زلف جوگندمیش را یک لاغ دروش بافته بود و پشت سر انداخته بود و لنگ مردانهی به کمر داشت. پستانهای چروکیدش چون 2 کیسه خالی بر دنده های سینهش چسبیده بود. تمام قدرت و قوت تن و بدن لاغرش در دست و بازو که چون سیم به هم پیچیده محکم بود خلاصه می شد. چشمهای آبگز شدهش را از سر حسرت به شکم برجسته و پوست شکفته ملوک که از تمام خلل و فرجش تراوت جوانی بیرون می زد دوخت و گفت تو خوب آبی رفته زیر پوسته تا قرشمال. و در دل اضافه کرد منو کشتی این دختر آبستنه. منزه و سلطنه گفت دختر آقا امروز این ملوک هم یه کیسه جانانه بکش، داریم این هفته عروسش میکنیم. دختر آقا گفت
آی به چشم کوچیکتم، دستتو بوسیدم، همینه که خوشخوشانشه. و چشم به پوست زیتونی رنگ ملوک دوخت که در کنار سفیدی دنبگون منزه و سلطنه چون گندم برشته بود و اضافه کرد سفید سفیدش 100 تومن، سرخ و سفید 200 تومن، حالا که رسید به سبزه 666 تومن، که کام ما از این عروسی شیرین میشه. و نگاهی توأم با تبانی به ملوک کرد. ملوک همچنان با یک دست آب را قطره قطره بر گرد سبز رنگ حنا در کاسه میریخت و با دست دیگر آب و گرد را مخلوط میکرد تا خمیری شل از آن بسازد. از حرف منزه و سلطنه سردندان سفید کرد و از گفته دختر آقا قش قش خنده را سر داد. منزه و سلطنه رو به دختر آقا گفت میشه میشه و رو به ملوک اضافه کرد هر هرق زرق نبود، بیا حنای منو ببند، برو هندونه رو بیار. ملوک گفت حنا حاضره، یه خورده رنگ آتیش کنم تا سرت سرخ نشه خانم جان، الان حاضر میشه برات میبندم. چشم. شمس السلطنه داشت بر پیشانی و گونه ها و روی بینی و چانش سفیداب میمالید و ذرات سفیداب بر پستان درشت و شکم گردش میریخت. سر را عقب گرفته بود و موهای خیسش بر پشت ریخته بود، رانها را به هم چسبانده بود و مچهای پا را بر هم سوار کرده بود. سرخی پوستش به نوزادان میمانست و چشم به بخار آب دوخته بود که از ذرات نور رو به سقف گنبدی بالا می رفت. تن شمس السلطنه هم البته جوان بود اما حسرت بر نمی انگیخت. به گل کمبرگی شبیه بود که به اولین نسیم شکفته باشد و به اولین باد بریزد. دختر آقا می دید که خونی که زیر پوست ملوک جاریست از جنم دیگریست. از نوک پستانهای ملوک که چون دانه سنجد بر وسط گردی پستان نشسته بود نور زندگی ساته بود. ای جوانی یادت بخیر. دختر آقا آب بر سر و کول منزه و سلطنه می ریخت و حرف می زد. 1000 مرتبه شکر که از سیاه در اومدی، غم آخرت باشه انشالله، فقط به عروسی و خوشی به همون بیای انشالله، جانم برات بگه. صدای لغزیدن و زمین خوردن کودکی در کنار حوض آب گرم برخاست و بلافاصله آوای گریهش و فریاد نفرین توأم با دلداری های مادرش. زنی تنبان پسر 4-5 سالش را پایین کشید که کامل کیسهش بکشد و زن دیگری به اعتراض گفت یه بارکی باباشو میخواستی با خودت بیاری، اینجا پر دختر نابالغه. مادر پسر گفت برو زنی که فلان ندیده، اینقدر شوهر سر وقتت نیومده که قد و اندازه از دستت در رفته، این یه نقشونبول به چشمت دست خر میاد. اوا خاک به سرم، میشنوین این زنی که پاشنه ترکیده چه تنها میزنه، چه گوها میخوره. دختر آقا با صدای بلند گفت آهای هوای دهنتون رو داشته باشین خانمای محترم، امروز اینجا اگه قروق نکردن که نباس حرف مفت بشنون. زن اوستا رو صدا میزنم، زن اوستا هو. همه میدانستند که گلین خانم از تختی که بر آن جلوس کرده است پایین نمیآید، اما این اخطار کافی بود که زنها ساکت شوند و از هم فاصله بگیرند. کسی دمپایی چوبیش را محکم بر زمین کوبید و گفت نگاه کن یه دونه پاشنگز کشتم قد یه ازگیل، بیا نگاه کن. دختر آقا به منزه و سلطنه گفت والا بعد از اینم قرق کن، پیش پای شما دو تا حبو به جون هم افتادن، هم دیگر رو تیکو پاره کردن، چشمت روز بد نبینه، خونین و مالی. منزه و سلطنه جوابی نداد. شمس و سلطنه قبل از اینکه رخفت زمین گیرش کند از جا برخاست و به دختر آقا گفت منو را بنداز برم وگرنه خوابم میبره. منزه و سلطنه که عرق صورتش را پوشانده بود و موهایش زیر خمیر رنگ و حنا پنهان بود و پیشانیش از خطوط نارنجی و سیاه شیار شیار بود پرسید نمیمونی سر بینه یه لقمه با ما بخوری؟ زهرا سلطان کوفته برنجی و ترشی لیته برامون میفرسته با عرق بیدمش. دختر آقا گفت آخ که دل من واسه لیته لکس لکس زده خانم، اما خانم یه پر که دهنم میذارم ها سردیم میکنه. منزه و سلطنه گفت حالا امروز بخور، پشت بندش هم از کوکوی سبزی پرزرشک و گردو درست میشی، گرمی زیاده، حلوا و خرمای سال آقام هست. و رو به شمس و سلطنه اضافه کرد دیگه تا یه ساعت دیگه قابلمه ها میرسه. شمس السلطنه گفت نه هندونه میخورم بسه و یک قاچ برداشت.
منزه و سلطنه گفت ملوک به دختر آقا هندونه بده. دختر آقا بخور که مال فرحزاده، دیگه گیرت نمیاد. دختر آقا هندوانه را گرفت و گفت دستتو بوسیدم، پاتو بوسیدم، خجالتم میدی بالا، و شروع به گاز زدن کرد. وقتی پوست های هندوانه همه باز در سینی جمع شد، شمس السلطنه هم به طرف پله های خزینه راه افتاد. در همان وقت صدای فریادی از خزینه برخاست و زنی با جیغ و داد گفت ای خیر سرتون، ای به قبر پدرتون، جلوی این بچه های کون نشورتون رو بگیری. زینت دلاک دیگر از جانب خزینه به سراغ دختر آقا آمد و پرسید که لج کجاست دختر آقا، ندیدی؟ دختر آقا پرسید باز چه خبره تو خزینه؟ مشتری چرا هوار میکشه؟ زینت گفت آخه رو آب خزینه گلاب برود. دختر آقا حرفش را قطع کرد و گفت خیلی خوب بی صدا، آخه مشتری فکر که از سنگ پاش داره به آب میره چنگی سر. دختر آقا گفته بدو کلج تو شاهنشینه پیش زنوستا، ده بجون قبل از این خانوم بره تو خزینه.